This is a man they call the father of the revolution. 40 سال پیش، زمانی که هواپیمای آیت الله خمینی و هوادارانش در مهرآباد تهران فرود آمد، هزاران ایرانی روانه غربت شدند. مهاجرانی که تعدادشان رفته رفته به صدها هزار و همکنون به چند میلیون نفر رسیده. از ابتدای مهاجرت دست جمعی ایرانی‌ها، لس آنجلس در غرب آمریکا یکی از مقاصد اصلی مسافران بود. حتی قبل از انقلاب تعداد زیادی از ایرانیان کوچ کرده بودند به اینجا. دلایلش هم خیلی ساده است. جای خوش آب و هوایی است. ما اومدیم اینجا و اون روزهای اول هم گیج اصلا نمی‌دونستیم آقا داستان از چه قراره. لس آنجلس کجا هستش؟ چیکار باید بکنیم؟ تا اونجایی که یادمه یا تا اونجایی که میدونم 38 تا 40 ملیت مختلف در لس آنجلس زندگی می‌کنن که ایرانی‌ها هم یکی از اوناست. در لس آنجلس با پرویز کاردان، هنرمند رادیو تلویزیون قبل از انقلاب، وارتان آوانسیان، تهیه کننده موسیقی و بیژن خلیلی، ناشر کتاب‌های فارسی درباره تجربه 40 ساله ایرانی‌ها در این شهر صحبت کردم. در سال‌های اول همه در انتظار بازگشت بودند. خب یادم یه موقعی در یک رستوران بودیم و یک کارایی کرده بودن، برای یک کارشون میخواستن یک ماشین بخرن. منم اونجا غذا میخوردم. اون گفت چی رو بخریم؟ ما تا یه ما دیگه برمیگردیم ایران، ماشین کرایه کنیم. همگی یه فکری تو سرمون بود که ما داریم برمیگردیم. حتی شعر آهنگا هم اگه دقیقا شنیده باشید و متوجه شده باشید، ما به ایران برمیگردیم، ما به ایران برمیگردیم. با مستقر شدن حکومت انقلابی در ایران، رفته رفته تعداد ایرانی‌های لس آنجلس زیادتر می‌شد. کسب و کارهای ایرانی هم بیشتر می‌شدند. حضور ایرانی‌ها در این شهر در منطقه وست‌وود، جایی که میدان ایرانی نامیده می‌شود، کاملاً محسوس است. لس آنجلس برای ایرانی‌ها به تهران جلس تبدیل شد. تهران جلس بسیار اسم و مسمهاییه به خاطر اینکه واقعا تهرانه. هر جا میرفتی میدیدی که یه بساط ایرانی هستش. آبگوش، کله پاچه، دیگه از این بهتر. جامعه لس آنجلس که از دلایل ویژگیهاش حضور مردمی است که در مخالفت با جمهوری اسلامی هست. این در مخالفت با جمهوری اسلامی از همون روز اول شکلگیری جامعه ایرانی در لس آنجلس اتفاق افتاده، هنوز هم ادامه داره. جامعه ایرانی در لس آنجلس با رنگ‌های مختلف هستن. لغت رنگو که میگم یعنی نگاه‌های مختلف که بهشون میکنید. از ثروتمند داریم، از دانشمند داریم. در یکی از مشکلترین کارها در مورد هنر راهیابی به هالیوود بوده. ایرانی ها حتی راه پیدا کردن. صحنه هنری لس آنجلس در این 40 سال برای بسیاری از ایرانی ها در داخل و خارج مهم بوده. تلویزیون های ماهواره‌ای لس آنجلسی هم همینطور. لس آنجلس اصلا یک شانس تاریخیه، یعنی یک شانس تاریخی برای جامعه مهاجر و تبعیدی ایرانی در سراسر جهانه که یک جایی به نام لس آنجلس به وجود آمد که اولین حرکت‌های فرهنگی از همین لس آنجلس شروع شده. بقیده من اون پل ارتباطی لس آنجلس و تهران واقعا ما تونستیم تو تمام این سالها حفظ بکنیم. شاید یه چیزایی دیده نشه ولی همه میدونیم و همه میدونن که تو این دوران 40 سال مخصوصا از نظر بخش موسیقی ما اینجا خیلی زحمت کشیدیم، خیلی خیلی زحمت کشیدیم. این واقعیته که پایتخت ایرانیان غربت نشین لس آنجلسه. بنابراین همینطوری که در تهران مراکز هنری همه اونجا جمع بود، همینطور در خارج از کشورم این لس آنجلس، این شهر فرشتگان، پایتخت ایرانیان غربت نشینه.
40 سال از انقلاب گذشته و بسیاری از تبعیدی‌های اول انقلاب همچنان منتظر پرواز برگشتشان هستند. خشایار جنیدی، BBC، تهران جلسه.